خوجامراد در خطسیر 8 مسافرکشی میکرد. او در دوشنبه با آنکه هر جمعه به خاطر ثواب مسافران را رایگان به منزل میرسان نام برآورد. او برای انجام کار خیر هر روز جمعه 50 لیتر سلرکه جدا کرده از ساعت 6 صبح تا 8 بیگاه طبق رجه معمولی مسافرکشی میکرد. خوجامراد قهرمان یکی از گزارش های رادیوی آزادی بود و از عمل خیرخواهانه او توصیف شد. ماه مرد حادثه با وقوع پیوست که دست او را از خیرات کوتاه کرد و خود نیز به صف احتیاجمندان پیوست. ماشین در افتباز ما نه پیاده ماند، تاکسی خطه راه پا راه خطه که ما آی تاکسی فرماده یه زنه گودک شد خطه موسیق است راه را برده گذاشتن شدیم بای بولو ماشین با آی ماشین افغان برومد همه خود بولوی موهای کرده دیگه الاج نگفت قرم برو میزد همونجا من نمیدونم وقت ترسیدم دکتران میگن استرس سینه استرس مزگه میگن اورش چقدر میگن مدیسین چقدر میگن طرف چپ دست چپ دست راستم دست چپ پای چپم کار نمیکنه بعد یورو تجلی فردا کردن یورو تجلی گفتن خوان در کار گفتم بردم من دیگه خبر ندارم دیگه من بیهوش بودم بعد 24 ساعت به خوش اومدم با زنده ماندنش را هم او پاداش خیری در گذشته انجام دادهش میداند و گفت شاید دعای برخی مسافران که در روزهای جمعه بر عوض مبلغ از خدا برایش دراز عمری میخواستند مستجاب شده باشد زیرا دختران به زنده ماندن وی امید نداشتند. او میگوید دختران گفتند در چنین حالت از 100 تنها 3 نفر میتواند زنده ماند. نیکو نغز کن میگن با خدا تعالی میگردونند ممکن هم خوشده باشد این کار خدا لیکن من حاضرم اگر چی میکنم اگر من نقش دارم من برای الله با خدمت میکنم البته. حالا خوجامراد تمام روزش را در صحبت با دوستانش سپری میکند. راندن ماشین برایش قطعیاً من است. نان آور خانه هم اکنون دلبر یونس و همسر اوست که در بازار سودا میکند. خوجامراد میگوید تلاش های او برای گرفتن کمک پولی از مقامات دخلدار به نتیجه بوده است زیرا آنها با وجود ورقه طبی به معیوب بودن وی شبهه دارند. معیوب میگه برداشتن بیارم این نسل خطه میگه او میتیم مثال او خود میتیم میگه و خود وقتون وی معیوب مثال درجه یک های وی حتی درجه دو های درجه سی هست دفتون دیگه من گفتون من های کرده میتونم به حساب شما کنم موشنه کرده میتونم من خب برو میگه چرچه فرشکو میگه و خود میگه خوجامراد زیاده از 30 سال در جایهای گوناگون به حیث راننده کار کرده است. دوام 3 سال آخر در خطسیر رقمی 8 فعالیت میکرد. اما بعد از کار ناشایم شدنش نه همکاران و نه رهبریت از او سراغ نکردند. خبرگیری نامدن نیمون پس. بیرام انجینر یک دو بار زنگ زده بود. این راننده که همیشه در خدمت مردم بود و تلاش میکرد به نیازمندان دست کمک دراز کند حالا در علاج درد خود ناچار مانده است. ذکر میشه مثال من میگم من باید کار کنم با خدمت کنم من باید خلق دارم. خوجامراد 53 سال دارد و صاحب 4 فرزند است. دختران او را امیدوار میکنند که امکان دوباره به سر چنبر ماشین نشستن وجود دارد اما طبابت وقت و پول زیاد میخواهد. پولی که همسر خوجامراد نمی تواند با میده فروشی در بازار به دست دارد.